دهمین روز اسفند ماه برابر با 1 مارچ سال 940 خورشیدی برابر با 1562 میلادی، آغاز جنگ های مذهبی اروپا، شکلگیری مذهب پروتستان در قرن 16 میلادی و ایجاد انشعاب در مسیحیت زمین ساز جنگ هایی شد که در تاریخ اروپا به جنگ های مذهبی موسوم است. این جنگ ها در 8 مرحله به وقوع پیوست و پس از 36 سال با فرمان هنری 4 روم معروف به فرمان نانت خاتمه یافت. بر اساس این فرمان یک سری آزادی هایی برای پروتستان ها در نظر گرفته شد و از جمله آزادی عقیده، آزادی عبادت خصوصی و دست جمعی، بهره‌مندی از حقوق مدنی، بقای تشکیلات کلیسای پروتستان و غیره بود. اما 70 سال بعد در زمان لویی 14 فرمان نانت ملغا گردید. سال 1193 خورشیدی برابر با 1815 میلادی، آغاز سلطنت 100 روزه ناپلئون بناپارت پس از فرار او از تبعیدگاه. در پی 10 ماه تبعید ناپلئون بناپارت به جزیره الب، وی با 1000 نفر از افسران و ژنرال‌های وفادار خود از این جزیره گریخت و به فرانسه بازگشت. با ورود ناپلئون به فرانسه، سلطنت 100 روزه او نیز آغاز شد. در این هنگام ناپلئون برای مقابله با نیروهای انگلیس و پروس که در بلژیک سفارایی کرده بودند، حمله‌ای پیشگیرانه به خطوط دفاعی آنها به عمل آورد. ولی در این نبرد که در دشت واترلو در گرفت، از نیروهای انگلیس و پروس شکست خورد و پس از این شکست، چون ناپلئون از تجهیز قوا برای ادامه نبرد ناامید شد، به نفع پسرش از مقام سلطنت استعفا داد. ولی متحدین به تقاضای او برای تفویض این مقام به پسرش اعتنا نکردند. ناپلئون این بار به جزیره دوردست سنت هلن در جنوب اقیانوس اطلس تبعید شد و 6 سال بعد در همانجا مرد. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، در گذشت ملا مصطفی بارزانی. ملا مصطفی بارزانی بانی حزب دموکرات کردستان عراق در منطقه کردستان این کشور به دنیا آمد و در 29 سالگی اولین طغیانش را علیه حکومت بغداد آغاز نمود که به دستگیری و تبعید وی به بغداد انجامید. بارزانی سپس از نوری سعید، نخست وزیر وقت عراق، خواستار خودمختاری کردستان عراق شد که با مخالفت شدید بغداد مواجه گردید و سبب شد تا به سوی مرزهای ایران بگریزد. با وقوع کودتای 1958 در عراق و سرنگونی رژیم سلطنتی، بار دیگر راهی این کشور شده و مورد استقبال سران کودتا قرار گرفت. اما چندی بعد خواسته بارزانی از عبدالکریم قاسم، رئیس حکومت نظامی عراق، برای خودمختاری کردها سبب شد تا بار دیگر آتش جنگ در نواحی کرد نشین شعله ور گردد و این وضعیت در دوران حکومت زمامداران بعدی نیز ادامه یافت.